سخنران آخرمون رفیق سریا شهابی هستش. تم سخنرانیش آزادی خواهی کمونیستی از اتحاد مبارزان کمونیست تا برنامه یک دنیای بهتر. از ایشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و سخنرانشون رو ارائه بدن. خیلی ممنون. منم با گرامی داشته دستاوردهای دو دهه حکمت بحثم رو شروع میکنم. عنوانش هست آزادی خواهی کمونیستی از برنامه اتحاد مبارزان کمونیست تا برنامه دنیا بهتر، که به نظر من یکی از دستاوردهای نه تنها تئوریکی نه تنها سیاسی، که دستاوردهای تاریخی حکمته. من فکر کنم در یه برنامه دیگه از برنامه های هفته حکمت برنامه یک دنیا بهتر رو از یک زاویه دیگه معرفی کردم. امروز من جنبه آزادی خواهی کمونیستی، آزادی خواهی سوسیالیستی رو به عنوان یک تاریخ پیوسته از برنامه اتحاد مبارزان کمونیست و برنامه یک دنیا بهتر میخوانم داشت صحبت بکنم. عنوانش آزادی خواهی انتخاب کردم به این دلیل که همونجوری که حکمت توی دموکراسی از تعبیر یا واقعیت میگه، دموکراسی بعد از پایان جنگ سرد تبدیل شد به یک پرچم و یک ساختار سیاسی اساساً در کمپ نظم نوین جهانی و به معنای مشخصی پیدا کرد، کاملا از معنای کلاسیکی که یک زمان مارکس دموکراسی بورژوایی و دموکراسی پرولتری داشتی، دیگه برای ما کمونیست ها تبیین آزادی خواهیم به عنوان یک جریانی در بین دموکراسی پرولتری رو نتونیم استفاده کنیم، همونجوری که کمونیسم کارگری رو گذاشتیم جای کمونیسم. به هر حال این دلیلی هستش که عنوان آزادی خواهی رو استفاده میکنیم و نه دموکراسی. بدون به یه برنامه یک دنیای بهتر من اول نگاه میکنم و از برنامه یک دنیای بهتر میرم به گذشته، از گذشته بیام امروز. برنامه یک دنیای بهتر یک ساختار سیاسی، ایدئولوژیک و پراتیکیه، یه جنبش معینیه، یک کمونیسم معینیه، کمونیسم کارگری، یک کمونیسمیه که نه جدالش با چپ خلقیه، نه برای احیای مارکسیسم، نه برای مبارزه به پایان رسوندن مبارزه ضد استعماری و برای به قدرت رسوندن طبقه کارگره، همونجوری که مانیفست هست. مانیفست جدال فکریش، جدال سیاسیش، جدال ایدئولوژیکش با بورژوازیه، با طبقه یه که با خودش گورکنشو به دنیا میاره. برنامه یک دنیا بهتر هم همینطوره. از بنیادهای فکریش که نگاه بکنیم تا مطالباتش، مربوط فقط به جامعه ایران نیست. این بعد از دستاوردهای حکمت، بعد از دموکراسی تا واقعیت، اگر ما در برنامه الف میم کاف صحبت از دموکراسی میتونست موضوعیت داشته باشه و به برنامه الف میم کاف برمیگردم، ولی برنامه یک دنیای بهتر از کمونیسم شروع میکنه، از طبقه کارگر شروع میکنه و از نظام کاپیتالیستی شروع میکنه و اینکه تو چطوری میتونی اینو تغییر بدی، قدرتی که اینو میتونه تغییر بده کدومه. یه مبحث مربوط به طبقه کارگره و فقط مال ایران نیست، جهانیه. باید شما دستاوردهای دموکراسی از تعابیر تا واقعیت رو می‌داشتید تا بتونید این دنیای بهتر رو بنویسید. باید دستاورد نظم نوین جهانی رو می‌داشتید تا می‌تونستید اون چارچوب و ساختار سیاسی که پرولتاریای نه فقط ایران، حتی در بنیادهای فکری پرولتاریای جهانی رو صاحب یه پرچمی بکنه رو برنامه دنیای بهتر تضمین کرده. از این زاویه برنامه دنیای بهتر به درجه زیادی همه ما با بنیادهای ایدئولوژیکش آشنایی، که آرمان کمونیستی، آرمان بشریت،
از ابتدا بوده و طبقه کارگر جایگاه چیه و کل رابطه کار و سرمایه چیه و انقیاد اقتصادی چیه، بنیادهای فکریشو باهاش آشنا هستیم. یعنی یکی از ماکسیمالیست ترین کمونیست های دوران خودشه و از این زاویه به نظر من فقط با مانیفست قابل مقایسه است. همونجور که مانیفست پرچم جدل های فکری، جدل های سیاسی، جدل های پراتیکی پرولتاریای تازه متولد شده در قرن 19 هست، یک دنیای بهتر، پرچم سیاسی ایدئولوژیک و ساختار به چالش کشوندن نظام کاپیتالیستیه که بعد از جنگ سرد انقلاب اکتبر شکست خورده، تموم شده و شما باید تحلیل تو از انقلاب اکتبر می‌داشتی تا بتونی با یک عنوان کمونیسم قرن 20 بتونی صاحب این چارچوب سیاسی مطالباتی و ایدئولوژیکش بکنی که بتونه ابراز وجود بکنه نه به عنوان عامل فشار، نه به عنوان معترض، به عنوان طبقه مدعی قدرت، برای اینکه این طبقه که میخواد قدرت رو بگیره. من وارد بنیادهای فکریش نمیشم، برای اینکه میگم گاهن خیلی صحبت میشه در مورد بنیادهای فکری برنامه یک دنیا بهتر، وارد بخش دومش میشم، اصلاحات که کلین این همه این آرمانها و آرزوها و توقعات بالا و حکومت کارگری که میخوام که به درست باید روش تاکید بکنی، اینا باید به پراتیک تبدیل بشه، اینا باید توی یک جدل سیاسی، جدل اجتماعی، جدل اقتصادی باید طبقات رو به قدرت برسونه. چطوری طبقات رو به قدرت برسونی؟ با اعلام تعلق به آرمانهات فقط نیست، ولی باید آرمانهای محکم داشته باشی، باید نقد بنیادین داشته باشی، ولی در این حال باید اون چالش‌هایی رو که باید بهش بپردازی رو باید به دقت معلوم بکنه و اینجا مطالبات یک دنیای بهتر به نظر من همه اینا رو به روشنی بیان کرده. به نظر من کمتر مورد توجه قرار میگیره، کمتر بهش اون عطف توجهی میشه که به بخش‌های به اصطلاح بنیادهای فکری میشه و اون نقدی که یک دنیای بهتر داره به نظام کاپیتالیستی، این نقدیه که مانیفست داره به نظام کاپیتالیستی، ولی برای تغییرش چطوری بدی و تغییرش در گروه این هستش که باید قدرت رو بگیری و برای اینکه قدرت رو بگیری باید هر چه بیشتر زیر پیشرفت رو تسهیل بکنی تا یه روزی بتونی طبقه حاکم رو بندازی. اون وقت مطالبات یک دنیای بهتر به نظر من میدرخشه. این مطالبات یک دنیای بهتر رو بورژوازی ایران رو حتی بورژوازی و راست ایران رو موظف میکنه که به درجه ادای آزادی خواهی داره، به درجه از اونجایی که علیه اعدام صحبت میکنه، از اونجایی که آزادی بی غیر شرط در دو برمیگه، حق تشکل، حق اعتصاب و قانون کار و علیه تبعیض، همه اینا رو میگه برای اولین بار کمونیست ها اجازه پیدا میکنن حتی در سطح جهانی فمینیسم رو به چالش بکشن. شما باید خیلی کمونیست ماکسیمالیست و عمیقی باشید و تمام مطالبات تغییر دنیا رو اینقدر محکم گفته باشید که بتونید به چالش فمینیسم غالب بر چپ جهانی برید و بتونید بحث سقط جنین رو بکنید. این ایرانی نیست، این بحث ایرانی نیست، همونطور که دموکراسی سوهم تا واقعیت نیست. به هر حال مطالبات یک دنیای بهتر که فکر میکنم همه باهاش آشنا هستن، که من گفتم بحث بخش دومش شد اساساً، که بخش اصلاحاته. خود حکمت میگه که ما از حکومت کارگری کوتاه نمیایم، ما حکومت کارگری میخوایم. حتی تو حکومت کارگری که قانون کار شما میخواد اجرا بشه هنوز شرایط رفع انقیاد اقتصادی به وجود نیومده، هنوز شما هنوز میتونید جبههایی رو داشته باشین که کار کالا باشه. با تمام مطالباتی که تحمیل میکنید هنوز طبقه هست و هنوز شرایط استثمار وجود داره و این هنوز فاصله داره. برنامه یک دنیا بهتر هنوز با برنامه حکومت کارگری، برنامه کامل حکومت کارگری برای رفع کامل استثمار هنوز فاصله داره. منتها خودش هیچ جریان بورژوایی رو نمیتونید شما پیدا کنید که این درجه ماکسیمالیست خواستهایی رو مطرح کرده باشه و اینها فقط خواستهای آزادی خواهانه خوب و جالب و خیلی سطح بالا نیست. اینا همش دستاورده یک جنبش سیاسی و یک چالش های عمیقی بوده که به عنوان کمونیست تو حتی کوچکترین جلوه‌ای از آزادی خواهی دنیای امروز رو وظیفه شماست به عهده بگیرید. برخلاف قرن 19
که شما بورژوازی داشتید که میتونست آزادی ها و به اصطلاح حتی لیبرالیزمی که دموکراسی لیبرالی که میتونست به درجه حقوق آزادانه شهروندان رو در سطح حقوقی و در سطح عملی میتونست تأمین بکنه، حتی اگه ناپایدار، امروز برای کمترین جلوش وظیفه کمونیست هاست. این فقط مربوط به ایران نیست، دنیا رو که نگاه بکنی که به اصطلاح قرار بود دموکراسی به قول منصور حکمت آنتی تز ظلم و استبداد باشه، تبدیل شد به یک پرچم منجرابی ساختن سراسر دنیا که وقتی که کسی میگه که وقتی که صحبت میکنن که قرار یه جای دموکراسی رو به اصطلاح ایجاد بکنن، شما موی بر تنتون سیخ میشه، لرزه بر اندامتون میفته که دیگه چه فاجعه میخواد توش شکل بگیره. به هر حال به بخش دوم برگردم، از مطالبات شروع نمی کنه، اصول و چارچوب عمومی رو میگه که یک رکش این هست شما برای درخشان ترین مطالبات باید اون قدرتی که میتونه این رو، شما حکومت رو به چالش میکشید، بورژوازی طبقه حاکم رو به چالش میکنید، به هر درجه که میتونید باید اینا رو تحمیل بکنید که سیر پیشروی خودتون رو باز کنید و یه روزی کامل دولت نماینده طبقه رو به زیر بکشید. ولی تا اون روز برای تک تک اینا به هر درجه که میتونید مبارزه میکنید، از حق کودک تا حق حقوق برابر زن و مرد تا علیه مذهب تا دادگاه های مستقل تا حقوق مجرمین تا قانون کارتون، همه اینا رو برام اینا همه اینا مبارزه میکنید. متو یک رکن داره و اونم این هستش که ساختار قدرت میگه که شوراهای مردمیه. شما بدون این مکانیزم همه اینها آرزوهایی میمونه و حتی اگه تحمیل بکنید ناپایداره. در نتیجه صحبت از دموکراسی، ببخشید دموکراسی، صحبت از شوراهای مردمی میکنه به عنوان حکومت کارگری متکی بر شوراهای مردمی. شوراهای مردمی که هم قانون گذارن و هم مجریان، در مقابل دموکراسی پارلمانی که هر 4 سال یه دفعه منتخب نمایندگان در یک انتخابات عمومی و نه آزاد رو میارن و به اصطلاح نمایندگی نیابتی رو دموکراسی تعمیل میکنه، حکومت ساختار شورایی رو میگه. میگه دموکراسیش، میگه شوراهای مردمی هم قانونگذار و هم مجری، اینا راه اعمال قدرت ما برای اجرای کارایی هستش که میخوایم بکنیم. اگر نه بدون این قدرت همه اینا آرزوهای خواهد بود که اینجا و اونجا میتونه توی یک توازن قوای تحمیل بکنید، ولی پایدار نیست. شوراهایی که قانون گذارن، مجریان و کنترل میکنن و هر موقع اراده کنن میتونن مجمع تصمیم گیری رو برگزار بکنن. در حچه یک وجه آزادی خواهی ما، یک وجه من فکر کنم با آزادی خواهی برنامه کمونیستی این هستش که کدوم قدرت و کدوم مکانیزم شوراهای مردمی مناسب ترین تو برنامه به عنوان ارگان حاکمیت حکومت کارگری، ارگان مردمی که متکی به حضور دائم مردم هست و دخالتشون در سرنوشت خودشون، از اون بگیری تا انحلال ارتش و میلیش توده‌ای، شما یک قدرتی رو باید شکل بدید و سازمان بدید که مجری قانون باشه و کنترل داشته باشه و در این حال بتونه از خودش دفاع کنه و در کنار انحلال ارتش میلیش توده‌ای رو میگه که بتونه هم در سطح بین‌المللی هم در سطح داخلی آموزش نظامی همگانی و مخالفت با نیروی مسلح حرفه‌ای که همیشه علیه محرومین، همیشه علیه طبقه کارگر کار کرده. به هر حال برنامه یک دنیای بهتر رو به نظر من به عنوان سند یک جنبش کمونیستی جهانی که برها ممکنه یه جایی شما که تبعیض علیه سیاهان دارین مطالباتش اینجا و اونجا بشه، اون تأکیدی که ما داریم سر به اصطلاح تأکید سر زنان یا سر اسلام به خاطر شرایط ایران اونجا تبدیل به یه تأکیدهای دیگه ای داشته باشه، اونتا کل ساختار و کل چارچوبش دستاورد یک جنبش کمونیستی، دستاورد جنبش کمونیستی ماست و یک دستاورد جهانیه که در جدال‌های معینی کسب شده. این برنامه هستش که کمونیست‌ها بعد از جنگ سرد وقتی قد علم میکنن، وقتی جرأت میکنن از کمونیست اسم بزنن، بگن پایان تاریخ نیست، مرگ پایان جنگ سرد و پایان تاریخ نیست. شما می‌بینید که این برنامه اون شرایطه،
برنامه امروز در نتیجه خیلی به مانیفست نزدیکه و مانیفست امروز به نظر من طبق کارگر جهانی در چارچوب عمومیش با توجه به اینکه مطالباتش میتونه اینجا تغییر و تغییرات بکنه. من از برنامه یک دنیای بهتر برمیگردم به گذشته. این یک سند تاریخیه، سند تاریخی که میشه لابلای دونه به دونه بحثاش و بیان خیلی زیبایی داره، ولی بیشتر زیبایی بیانش این هستش که لابلای هر کدوم از این ترمهایی که استفاده میکنه شما میتونید برگردیم یه جدال فکری خوابیده. اونجایی که صد میبنده در مقابل تحریف مارکسیسم، اونجایی که صد میبنده در مقابل از محتوا تویی کردن معنی آزادی خواهی و اونجایی که اثباتاً میگه آزادی خواهی از نظر من چیه، چقدر ماکسیمالیسته و چقدر شفاف نشون میده که وظیفه دفاع از کمترین آزادی های سیاسی، کمترین حقوق انسانی امروز به خصوص وظیفه طبقه کارگری. این برنامه پرولتاریا برای جامعه است، این برنامه کمونیستی جواب طبقه کارگری که برای رفع انقیاد اقتصادیش باید جامعه را آزاد بکنه، باید همه جانبه باشه. از این برگردم به برنامه اتحاد مبارزان کمونیست، برنامه یک دنیای بهتر، برنامه کمونیستی طبقه کارگر در مقابل بورژوازی. اینجاست که مسئله قدرت سیاسی میاد. شما باید قدرت سیاسی رو ببینید. برنامه اتحاد مبارزان کمونیست برنامه یک گروه مارکسیستی هست در دفاع از مارکسیسم در مقابل مارکسیسم غالب. اونم جهانیه. چپ اروپا هم همسه چپ ایران بود. چپ اروپا هم مبارزه ضد استعماری و مبارزه ضد امپریالیستی و تخفیف دادن به ملل و اقوام و اگه بخشیش که اگه شما طرفدار شوروی باشید میشید سوسیالیست، همه دولتایی که سوسیالیستی گفته میشدن توی منطقه، اگه شما پرو سوویت باشید سوسیالیستید، حالا هر روبنای مختنقی هر دولت پلیسی هم داشته باشید و جنبش سوسیالیستی که تو غرب هست، جنبش سوسیالیستی که تو غرب هست پرچم روشنفکر ناراضی، پرچم جنبش ضد استعماری، پرچم جنبش همه چیزی هست غیر از پرچم طبقه کارگر. و بازتابش تو ایران چپ حاشیه، چپ سنتی، چپ شرق زده، چپ مذهبی، چپ اسلامی که فاصله با ارتجاع اسلامی نداره. نقدش رو سرمایه‌داری، نقد در اون خانوادگیه که سرمایه‌داری ملی نیست. این نقد چپ سوسیالیستی غرب هم داره. چپ سوسیالیستی غرب هم براش سرمایه‌های کوچک خلقی بودن. خلق و ضد خلق فرمول دو قطبی همشون بود که دلایل شکست انقلاب اکتبر بود. دلالش حکمت میگه شکافی که ایجاد شد بین مارکسیسم به عنوان علم آگاهی طبقه کارگر و تبدیل شده کتاب محافل روشنفکری و پرچم هر کسی که به خودش به قد میگفت نه، هر کسی که جنبش ضد استعماری از ارتجاعی ترین جریانای آفریقایی بگیری تا جریانایی که توی خاورمیانه بودن به خودشون گفتن چپی، حکومت‌های چپی و حکومت‌های سوسیالیستی، حکومت‌های سوسیالیستی هم کم نداره. برنامه الف میکافی یک جدل فکری هست در درون چپ. هنوز به طبقه کارگر نقد مارکسیستیه به اون چپ حاکم در سطح جهانی، ولی از دریچه انقلاب ایران و از دریچه ایران که سرمایه‌داری خوب و بد نداریم، سرمایه‌داری ملی نداریم و احیای مارکسیسم است. پرچم برنامه اتحاد مبارزان کمونیست که برای اولین بار تو تاریخ احزاب سیاسی تو ایران برنامه داشتن آورد، میخش کوبید برنامه نداشت کسی. برنامه نمیخوام، یه مش شعار و یه مش موازه و یه مش احساس تعلق و تو یک ساختار عشیرتی که حزبی وجود نداشت، برنامه توی سنتش نبود. از برنامه داشتن تا اینکه آزادی عقیده و بیان و جدل‌های سر اینکه آزادی عقیده و بیان تو جایی که چپ خلقی طرفدار این بود که فقط عقیده و بیان آزاد باشه، برای خلق غیر خلق و حق آزادی عقیده و بیان نداره، یا اعدام برای خلق باشه نباشه برای ضد خلق باشه، و به جدل هایی که رفتن که این لیبرالیه و این بورژوایی و اینقدر حاصل یک جدال فکری در اون خانوادگی با چپ بود که ما حاصلش که بعدش که میاد چپ رو جمع کنه حزب کمونیست ایران رو درست میکنه. کمونیست هنوز کمونیسته به اعتقاد من، و هیچ وقت این رو که این یک تلاش لازم بود، این تلاش واقعی بود و یک تلاش بسیار کمونیستی و مارکسیستی بود برای اینکه تو بتونی
بتونی در مقابل ارتجاع حاکم که به لباس جدیدی، همون بورژوازیه، با یه لباس جدیدی، به لباس انقلاب، وقتی که انقلاب رو شکست داده اومده به مصاف طبقه کارگر، شما چطوری بتونی سنگر ببندی؟ و سنگری که میبنده تشکیل حزب کمونیست ایرانه، برنامه انتقال و برنامه‌ای که تبدیل میشه به برنامه حزب کمونیست ایران، اون برنامه دستاورد فکری و پیروزی مارکسیست و تمام رگه های غیر مارکسیستی سرستش که مارکسیسم تبدیل به هر چیزی کردن غیر از تئوری رهایی طبقه کارگر. این فقط دستاوردی نیست مربوط به ایران. یعنی این دو تا سند تاریخیه که فقط خوندنشون به این دلیل، از این زاویه و در این چارچوب که برنامه های خوبیه، مطالبات خوبی داره، به نظر من اصلا حقا بیان نمی کنه. همینجور که مانیفست ده ها مقدمه روش نوشته شده، ده ها مقدمه روی یک دنیای بهتر باید نوشته بشه در مقاطع مختلف، ده ها مقدمه بنویسین، امروز یه مقدمه بنویسین که تو این جهانی که از سر تا سر به لجن کشیده شده، جهان بعد از جنگ سرد، نظم نوین جهانی، چقدر کمونیست های ایران حقانیت داشتن و چقدر کمونیست های ایران پرچمی رو که بلند کردن جواب طبقه کارگر صنعتی آلمان هم هست، جواب طبقه کارگر صنعتی فرانسه هم هست و امروز در ایران اگر که شانس داره، اگر که میبینیم که باستابی داره که اداره شورایی میخوام و مجمع عمومی اینا رو شما باستابش میبینیم، این بیانگر این هستش که این چارچوب و این ساختار سیاسی چقدر بیان آمال و آرزوهای بی واسطه یه طبقه کارگری هستش که ممکنه نخونده باشه اینا رو، ولی جنس خودشه، گرایش خودته. اینجاست که میگه گرایش کمونیستی در اون طبقه کارگر موجوده، همونجور که مانیفست کتاب محافل کارگری زمان مارکس برنامه یک دنیای بهتر باید کتاب مطالعه محافل کارگری در ایران و در جهان باشه به نظر. مرسی، من صحبتم تمام شد.